یک بیننده همین الان نوشته برای ما. جناب آقای سجودی سلام. همین الان نوشته. همه گفتای هفته پیش شما رو میشه بگین که از کدام کتاب دینی شما گرفته ای؟ همین الان برات نشون دادم دیگه. خوب که الان نشون دادم. مگه نه اینکه تمام این اطلاعات را شما از همین کفار، البته از نظر شما که آنها را کفار مینامید، گرفته اید؟ این شما چرا ناراحت میشه؟ خودشون کفار میگن، یعنی دین مسلمان نیستن. اگر تمام این حرفای شما رو یک بودایی یا کسی دیگری بگوید، آخر سر هم به جای این الله بگوید خالق بودا است، ما از کجا بدونیم که چه کسی درست میگوید؟ شما از روی حرفاش میتونید بفهمین. الان خوب جالبه که امی الان برای شما شاهد آوردم در مورد سوراخ شدن از زمین که ممکن نیست، نفوذ ممکن است، دهوت دی ممکن است و همین مغرب و مشرق و صد دیگه برات میارم. باز من اینجا آیه اول برات آوردم که الله میفرماید که در زمین آیات هست ببینید. و اما اینکه ما چطور بفهمیم، ببین دو تا سوال ما قاطی کردی. اینکه میگه کفار یک چیزی رو پیدا کردن، کفار یا مسلمان پیدا کنه، یک حقیقتی هست که مشخص شده. مسئله حقیقت پیدا کن، هر کسی که پیدا کرده باشه، اونم الان بهش میرسم که کفار پیدا کردن فخری درش نیست، میرسم بهش. اما این که تو مقایسه میکنی که یک بودایی حرف میزنه، ما میگیم آقا جان، بودایی جان تو بیا حرف تو، دین تو با دین من مقایسه کن. این حرفی است که من از روز اول که برنامه ناباوران شروع شد، یک مرد من ندیدم، یک مرد منظورم از لحاظ به اصطلاح شجاعت میگم، یک زن یا یک مرد ندیدم که بیاد جرأت کنه با من مناظره کنه. مناظرم خیلی ساده است. آقا بیاد ثابت کنه یک دستور قرآن غلطه. با بودایی هم همینو میگیم بیا تو ثابت کن یک دستورت از ما بهتر باشه. کدوم دستورت بهتره؟ بیا با هم بحث کنیم. آمد آقای سلیمانی، امیری سلیمانی اومد میگه پیغمبر شما فحش میداد. ما گفتیم ما فحش نمیداد، دروغ نگو. اگه فحش میداد خب ما هم فحش میدادیم، چیزی نیست. باز جالبه که در همون زیر همون مناظره اینطور فحشای ملحدین نوشتن، همون مناظره‌ای که داره ما رو متهم میکنه که پیغمبر شما فحش میداد، اینطور فحشا نوشتن که ما برخلاف همون عادت دموکراسی خودمون مجبور شدیم زیرنویسا رو ببندیم، چون فوشا واقعا من اولین بار میشنیدم بعضی از این فوشا رو، یعنی چیزای اختراع کرده بودن. باز میگه پیغمبر شما فوش میده، بیاد با ما بحث کنید، هیچ مشکلی نداره. اگر بودا خالق است بیاد بر ما ثابت کنه که خالق است، ما حرفی نداریم. بیاد قانون بودا رو بیار، قانون اسلام هم بیار، دعوا که نداریم. از روزی که برنامه ناباوران شروع شده، چه وقتی که در کلمه بودم، چه وقتی که در اینجا هستم، هر ملحدی رو بازم میگم آقا یک ملحد بیاد با ما مناظره کنه، بدترین دستور ما رو بگیره، تعدد ما رو بگیره، بریدن دست بگیره، سنگسار رو بگیره، چیه دوست داره؟ قانون ارث بگیره، بیاد با من بحث کنه که آقا قانون ما از قانون تو بهتره. بیاد دیگه، این که چیزی بدی که نمیگه. پس اینجا دو تا حرف با هم قاطی کردی. باز حالا به اونم میرسیم. بیننده دیگه به ما نوشتن که شما مناظره که میکنید آقای سجودی، من غلام حق قادر از ایران شهر با اخوندا که مناظره میکنی احادیث نشون بده، بررسی سندی انجام بده، مثلا استاد انصاری و سری عمل کنید از طرف مثل استاد انصاری، سری ممکن منظورشون بوده، این یادشون رفته، و از طرف شما برادر شما غلام قادر از ایران شهر، من شما را خیلی دوست دارم، انشالله اخوندا از بین رفتن آمدین ایران بیایید پیش برادرتون ایران شهر. با تشکر، طبعا با شوق میام، به اصطلاح با سر از پا ناشناخته میام اگر که بتونم بیام به بلوچستان ایران. یک بار اومدم دو وقتی که بعد از هجرت، میخواستم پدرم مریض بود بیام تهران، ولی باز ترسیدم وسط رو برگشتم. عرض به حضور شما که این شما که فرمودی آقا جان در هفته قبل طرف با من که مناظره کرد، تو میگه بررسی سندی کن، اون من شاهد آورد، کلیپ من شاهد آورده که تو این حرف زدی. خب من بررسی سندی کنه، بیننده که نمیدونه، دو پاشه در یک کفش میکنه که نه این حرف سند این فلانی گفته درسته، بهمانی گفته درسته، صدف بهش بگه قبول نمیکنه. آقای انصاری تونست اینا رو بقبولونه؟ قبول نمیکنه. یه چیزی میگه، میگم در هفته قبل این آقای کی بود اسمش، خسروی، آقای خسروی من از شاید آورد، من میگه سوگیری تو این حرف زدی که خدا میمیره، هی میگم نگفتم، میگه نه تو گفتی، یعنی حرف من و سند من رو تعریف کرد. اینها به اصطلاح دنبال مناظره نیستن، یعنی خودشون نیازی نیست که من از کتاب من ثابت میکنه که حضرت عمر بده. این ممکن هم چیزی، چنین چیزی ممکنه که از کتاب من ثابت کنه که حضرت محمد زبانم لال بد بوده؟ هم چیزی ممکنه؟ نمیشه که. پس اصل اساس کار اینا غلطه، ولی طرف اومده فقط وقت تلف کنه. اما بیننده بعدی، امیدوارم که به این چیز باشه، آقا همون آقای اندیشه آزاد گفته که در قرآن
این حرفی نزده. در قرآن میگه علم نیست، صحبت از نوبت همخوانی پیغمبر است. پیشرفت علم از برکت بشر است. علمای شما گفتن زمین ثابت، همین این ملحدین چند حرف با هم میزنن. علمای شما گفتن زمین ثابت است مثل بنباز. خب اول یکی رو بگید که گفتی در قرآن علم نیست، نشونت دادم، جواب بده که خدا گفته زمین سوراخ کردنش ممکن نیست و نفوذ ممکن است تا حدی. نشونت دادم مغرب و مشرق رو، جواب بده که حرف چیه. میدونم یه چیزی میگه، خب بگو همون یه چیز، بگو که من پخش کنم. اینا علم نیست، چیزی معجزات علمی که ما از قرآن در میاریم علم نیست. عرض به حضور شما که میگه صحبت از نوبت همخوانی زن، همخوابی با زنای پیامبر است. ببینید قانون ازدواج شما که سوراخ دوار رو گم کردید به کجا رسیدید؟ شما الان به کجا رسیدید؟ ایدز کی برای ما آورد؟ کرونا رو کی برای ما آورد؟ ما آوردیم یا شما آوردید؟ همین قوانین کوچیک پیغمبر اگر رعایت میکردید این مصیبت بزرگ برای بشر نیست. همون نوبت همخوابی یک چیز تو قانون برای بشر است. خودتون همه کاراتون بر سر مدار همون میگرده. این همه فاحشه‌خونه که دارید برای چیست؟ برای همون نوبت همخوابی است که رعایت هم نمی‌کنید. هر کس که میاد برای ما مرض ایدز کی آورد؟ این مرضایی که تو دنیا هست کی آورده؟ این مهمه دیگه. بعد می‌خواد چی صحبت کنه قرآن؟ باید از مسائل زناشویی صحبت کنی یا نه؟ که آقا عدالت رعایت کن. چی کنه؟ بره از کره مشتری صحبت کنه؟ این مهم اینه دیگه. چیز مهم به صحبت کرده. باز شما که همون علمی هم که بر به رخ ما میکشی میگه پیشرفت علم از برکت بشر است، نیستش. آقا دکتر بارنارد، من یادم میاد که اولین جوان بودم، یادم میاد که قلب بشر عوض کرده بود، قلب دیگه آورده به جای قلب زده، یا قلب مکانیکی زده بود، یا قلب پیوند قلب کرده بود در آفریقای جنوبی. دکتر بارنارد، همین دکتر بارنارد سیگار میکشید. آقا دکتر باید سیگار نکشید، دکتر که کور نیست که میبینه دیگه.